پالا کساف میکنه مردم برم میارم مو چی دروج صدر پمیت و رفاق می بچگا گفت پیسہ را استاد نداد گمش کرد با دخترا کدارم گفتم ما کدای تو روز پیدا کن چی تو در برام ببری گفت سه سال دورسی مرا چدا بود بدر کما شوهر ما شای چدا دو روز گفت اگم تو ایشش تے نظر رفت تو بچا بچا من نه د میدان خدا مونده ما مریم دیگه سال پام میکنم خب دیگه می کلو جایم درد میکنه بیادر دیگه آدم نباشه که مرا پیش دکتر ببرم. بیننده عزیز سلام خدمتتان، ما نزدیک افطار هستیم، اومدیم به دکان که سودا بخریم به فامیل نجلا ببریم. ما هم یکنون در دکان هستیم، ببینیم سودا را کشما جان جور کده فکر کنم میشه مولست سودا را بخوانی؟ دوست عزیز قسمه که فواد جان گفت ما داخل خوراک فروشی قرار داریم و قرار است که مواد را که ما لیست گرفتیم از روی ازو برای خانواده ما خریداری بکنیم. در کل چند قلم شده این مواد خوراکی و جمله شده پول از این ما میخوایم برای شما بخوانم. برنج درجه اول یک بوجی روغن، یک پیپ لوبیا، نخود، بوره، خرما، مربا، نمک، رب، چای، آش، صابون، البته صابون دست روشویی است، چاکلیت، کاغذ، آلتونسا، مای ظرفشویی و صابون لباسشویی و در اخیر هم آرد که در کل 18 قلم مواد شد و جمله شد پول ما 8590 افغانی شد. بله دوست عزیز، و حالا هم ما پول حساب میکنم و با دکان باید میکنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,500. کاغذ مونده. 5,590. ده افغانی با ما بودن درست میشه. تشکر دوست عزیزی. این لیست مواد بود که ما بر شما خواندیم. شاها جان، یکی از هموطنان ما از لندن نخواست که نامش گرفته شد و مبلغ 9440 افغانی برای ما کمک کرده که از این جمله ما موادی که از دوکان خریدیم 8590 افغانی میشود و ما را همراه باشه دنبال کنین که بریم بخیر. سلام خوب است. سلام خوب است. سلام خوب است. برای این طرف شما برشید. سلام. سلام خوب است. سلام خوب است. رمضان مبارک. سلام و وقت بخیر و افطار خوش دوستای نازنینم. امیدوار هستم که صحت و سلامت و کاملا دور از کرونا بوده باشین دوستای عزیزم. ما افطار نکردیم امروز ولی آمدیم خانه خواهر عزیز ما نجیلا جان، اینجا آمدیم. البته فقط در موتر او خوردیم، اما قدر کار کردیم ولی اینجا آمدیم، گفتیم افطار با اینا بکنیم ولی متاسفانه فکر کنم یک کم نا وقت ما رسیدیم. دیگه چی پخته کرده بودین؟ بولانی بود خلاص، از کچالو گندنه به دختره که من کرده بودم به فروختن برده و نالی آمدن
دیگه همی بود که سالات خلاص اندما نموندین خمه نال چی رو بخورم؟ کرشما جان مشکل نیست بین ما امروز ما امروز بیننده عزیز افطاری خود آوردیم امروز از اینا یک جو افطار میکنیم شاید پرمزه ترین دسترخان می دسترخان برام آوردیم دوست عزیز ما قبل از اینکه زیب بخورم ما میخوایم از بلونی که اینا پخته کردم ما میخوایم از زیب بخورم فاو جان نوشه جان دوست عزیز اولا خدا شکر وقت و جای عزیز است که ما باید ایره بگویم یعنی بهترین و قشنگترین افطاری زندگی ما بود که یعنی ما با این فامیلی را انجام دادم امروز وقت اقدر من خوشحال هستم که دیگه تو میگم وقتی که ما ایرم از دارم نبود ما بروزه گرفتن خود ادامه بتم واقعیت جای خیلی خوشحالی است و در زمین از دوستای عزیز ما نان خود روشن کردیم اینو همچنان هرچند که افطار کرده ولی بازم با ما یک جای نان خوردن و در زمین از دوستای عزیز ما یک مقدار مواد غذایی برای خانواده تهیه کردیم که او را قرار است برای اینا تسلیم بکنیم و نگفته نمانه که در پولی ازی ما یک خبر بسیار خوش برای فامیل داریم که او را میخواییم بعدن بعدی که مواد خوراکی را برای اینا تسلیم کردیم او را برای اینا بگوییم و امی روز اول رمضان این خبر خوش وقتی که برشان میگیم باید شد تا آخر رمضان اینا خوشحال باشه تا آخر سال تا آخر عمرشان خوشحال باشن بیننده عزیز ما خیلی خوش هستم امروز به خاطر که خوبترین افطار برای ما بود اولین افطار در یک دسترخانی که واقعیت ما آرزویش داشتم و ما گفتن اونا کرشمن چی چتنی مزنا که چور کرده بودن یکقدر چتنیش مزدار بود درد نکنه بولانی را ممتم دیگه ما گفته کرشمن جان خبر خوش داریم بیننده عزیز با ما باشین یعنی کلی فامیل خرچ مصارفش با دوش خود تنها کاری که خودت میکنی امو پالک پاکدن است و اینا خرچ مصارف دست بخاطر یه چیز نف ساله شده دست گفتم امسال بانو بشه اینا پیسه مکتب شام نیست که ما کتاب قلم غمگیزار بیاده چطور نمیمونه که خدا مهربان است روز به من نمیپایه خدای شب ما را روز میکنه مگم خداست که سرما خدا مهربان شود بیننده عزیز ما داخل خانه خاله نجلا شدیم میریم داخل اتاق یا وسایل مواد خوراکی است که ما برشان گرفتیم و میریم داخل امرشان کردیم بیننده عزیز سلام و خدمتتان ما وقت بسیار خوش هستم افطار کردیم بعد از اون ما مواد خوراکی که بود آوردیم خدمت ای فامیل تقدیم کردیم یک هموطن ما از لندن که نخست نامش گرفته شوه مبلغ 9440 افغانی کمک کرده بود که از اون جمله ما 8590 رو پیش مواد خوراکه خریدیم و لمبر اولی ازی که برای ای فامیل اواله کرده بود الکی 651 بود که از جمله باقی مانده پول 560 افغانی باقی مانده که خدمتشان تقدیم میکنیم و نگفته نمونه دوستای خوبم 850 افغانی بعد از اینکه ما مواد خوراکی را خریداری کردیم متباقی بود 860 افغانی ببخشید 860 افغانی متباقی پول بود ولی 300 افغانی کرایه موتر شد و از این جمله فقط 560 افغانی مانده که ما میخوایم خدمتشان تقدیم بکنم
تشکر. این هم پول باقی مانده نقدتان و او هم مواد خوراکتان، تا حد امکان از اون مواد استفاده کنین، بیرون نبرین وقتی رمی ویروس کرونا که چیز شده، تفلکار روان نکنین. صابون برتان گرفتیم، دستایشان رو مکررن بشوین، دستایشان زیاد بشوین، دستورویشان و پایشان زیاد پاک نگاه کنین. اصلا ایچ اصلا با اشتکای ابشارم ایچ اصلا نمونه اینشانا، ایچ اصلا گشته نمونه. بخاطر کنی یک ویروس خطرناک آمده تا کمی بالا سر ما شما از برکت این مای پروفایز و پربرکت دور شدم. و دوستان عزیزم نگفته نباید بانم در این قسمت برنامه جایی داره که ما باید امو خبر خوش را که در ابتدای برنامه برای زینا یادآور شدم، ولی نگفتم که چی است، نگفتم که چی است. حالا میتونم درش بگویم، گفتم باش که چی است. نه با تشویش نشه، نه خوش باشین، بختر خبر خوش است. او خبر خوشی است دوستان نازنینم که یکی از هموطنای ما از کشور اتریش اینا رو میخواین اسپانسر بکنن و ماهانه مبلغ 50 یورو برای زینا ماهانه کمک بکنن و از طریق اون کمکشان تا باشه که یک گوشی از مشکلات از زینا حل شده. تشکر از پیش شما، بسیار خوش میشم بخاطر که زیاد درم میکشم همی دیگر هم نان پخته مینه نده دستم در تندور سوخت میگه زیاد اگه آدم سختی رو نگینه چی فایده که دیگه بکنی. خب الو مستقیم با خودش دوستا صحبت میکنه؟ الو الو سلام علیکم. سلام علیکم، شده خسته نباشی. سلام علیکم، زنده باشی بیادر جان، خوب بستی جان جسد. سلام علیکم، میشنوی بیادر؟ زنده باشی هم شده قرم. بله بله صدایتان ندارم هم شده جان. تشکر بیادر جان که مثال گم ما را کمک میکنی. ما بسیار خوش هستیم بخاطر که چهار تا سیاسر دیگه ما بسیار رنج تکلیف زندگی ما را رد میکنیم. بازم بسیار تشکر از پیشتان که در فکر غریب با هستی. زنده باشی خواهم شده جان، زنده باشی. باشه چشم هم شده قدم براتم روی میکنم سر از ما. زنده باشی بیادر جان، بسیار دیگه ما بسیار با مردم چیز ضرورت داریم که مثال غم ما را بخوره که بخید. امیده تا تفلک های مست که امیده تا پیچه سفید زن ها دیگه بسیار با تکلیف ما زندگی میکنیم. باشه باشه چشمان شده قد. تشکر بیادر جان، از این بیادر تشکری کنم میکنیم از یام بسیار زیاد هم که از رای دور هستی بسیار دگه بخی که چیز نیستی نزدیک ببینیم تا دگه بسیار تشکر از پیش. فقط دعا کنم شده قد. بسیار دعا میکنیم که این مرض خیلی بخی در افغانستان تا هر جایی نمثال گه بچی شده خداوند دگه کمک ما کنه که از این بدبختی برایم بیادر جان. باشه چشم ما هم شده قدم چه زهر نخصمتت باشه دم ما عمر کنم. تشکر بیا در جان کمی غم ما را بخوری که یک ذره بخی دم یک خانه هستیم به یک سختی ما مشکل تیر میکنیم همی کل چیز ما دم یک خانه هست دیگه بخی بسیار بسختی است همی تفلک هایم که بسیار اینه یک چیز دیگه چیز میکنه دیگه بسیار غم ما را بخوری بیا در. فکر کنم تماسشان قطع شد. نه تماسشان نداریم، ما تماسشان داریم. میشه صحبت آخریتون رو با اونا بگوین؟ صحبت آخری می از بیا در هر جای باشی خداوند جور داشته باشه تفلکای تا خانم تا دیگه هر کسی که شیرین دوستش داری او هم جور باشه تا هم دیگه خدا حافظ بیا در. زنده باشی هم شرکت زنده باشی. باز شما را ما در شما را برای شما زنگ دیم برای شما دمی شما را گفتی برتان زنگ دیم. دیگه نمی شما را دارم باز برم یا میتونم یا بیارم برشم. خود من تلفون دارم من تا سالگه که گلم برشم میگیری بمی برادر بابو ایم یه قسم که همی سلا داد ما در خدمت دارم سعی سب یه در بمی میگه من رقم خودشانی هم یک بیادر مستا هم مستی ما خود کل ما کل گیره مثل بیادر دوست داریم. زنده باشه. تشکر بیادر جان بسیار زیاد دوا کنم ای تو میکنم که میگم یک مک جور باشم کجا را میگره کلی گیره باید خداوند از این بدبختی بکشم. ده سر دنیایی که هستن آرام آسوده باشم. تشکر بیادر جان دیگه بسیار تشکر خداحافظ. خداحافظ تشکر. دوستای نازنینم خبر خوش برشان یک جای شریک ساختم و اینا با خبر شد و او شخصی که میخواست اسپانسر از اینا شوه هم با خود از اینا صحبت کردن و مطمئنم شدن اینا هم
صحبت کردن اینا هم مطمئن بودن، مطمئن تر شدن. من بیخی خوش شدم دیگه زیاد. بیخی خوش شدن ما بیشتر دوست عزیز شاید بودم، یعنی وقتی که با او برادر ما که میخواست اسپانسر بکنه گپ بزنه هم بغض گلونش گرفته بود، دست خوشحالی زیاد هم در چشماش عشق حلقه کده بود. واقعیتش خو خدا مهربان است و کل ماشا با خدا قدر کل شد بعد از این انشالله حل بشه انشالله. و دوسته عزیزم ای برادر عزیز ما که آمد جان بودن از کشور اتریش، اینا میخواستن که چندین بار برای اینا یا هر فامیل دیگه که نیازمند به کمک باشه پول حواله بکنن، ولی به دلیل قرنطین که در اتریش بود نتونستن. ولی فعلا فکر کنم که در اتریش قرنطین آیسیس رو به خلاصی است و بعد از این قرار است که از هر ما اینا رو اسپانسر بکنه و مبلغ 50 یورو برای اینا بفرستن سر هر ما. برای قسمت برنامه میخوام تشکری بکنم از این احمدان عزیز ما که واقعا درد از اینا رو درد خود فکر کردن، واقعا اینا رو حمایت کردن. شما سلامت باشین. و در ضمن از او دوستای عزیزم از طرف ای فامیل خود دل ما جمع شد که تونستیم یک گوشه از مشکلات حل بکنیم. در ضمن از او ماهانه برشون یک مقدار پول میاد از طرف کسی که کمک ما میکنه. شما هم که بسیار به خاطر ما میگردی، اگر شما مثلا افغان ما را نخوری او از او جام نمیتونه. خواهش میکنم. دوستای عزیزم این قسمت از برنامه کسکوچه‌های مهربانی امروز هم که به مناسبت اولین روز ماه مبارک رمضان بود تقدیم شما خوبان شد. انشاءالله که روزهای رمضانیتان پرفیض و پربرکت باشه، با خوبی و سلامتی به پایان برسانید ماه رمضان مبارک. و در ضمن از دوستای عزیزم در قسمت پایانی برنامه قرار داریم و شما هم لایک، سابسکرایب و کامنت در برنامه کسکوچه‌های مهربانی فراموش نکنید.